قسم به الله این حدیث بسیار ترسناک است، اما آن را باید بگوییم چون برادران جوان و سالمند ما و همه ما نیازمند هدایت هستیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که ثوبان رضی الله تعالی عنه روایت میکند میفرماید: لأعلمن اقواما من امتی، من مردمانی از امتم را میشناسم، از جمله مسلمانان، یأتون یوم القیامة بحسنات امثال جبال تهامة بیضاء، آنان در روز قیامت با اعمال نیک به اندازه کوههای نورانی و روشن می آیند. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند: فجعلها الله هباء منثورا، با وجود آن الله متعال آن را مانند هبای منثور نابود می گرداند، یعنی کاملا مانند باد غایب می شود. هباء منثورا، تمام اعمال نابود می شود. پس اصحاب پرسیدند: یا رسول الله، برای ما آنها را توصیف کن که از کارهای آنان اجتناب کنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: اما انهم من اخوانکم، آنها از جمله برادران شما اند، و من جلدتکم، و از قبیله شما هستند، و اینها مسلمانان عادی نیستند. و یأخذون من اللیل کما تأخذون، آنان مردمانی هستند که در دل شب بیدار می شوند و مانند شما نماز می خوانند. پس مشکل در کجاست؟ ولکنهم قوم اذا خلوا بمحارم الله انتهکوها، اما آنان مردمانی هستند که چون تنها شوند مرتکب محارم الله می شوند و حدود الله را زیر پا می کنند. فکر کن این مسلمان زمانی که در خانه تنها است و صفحه باز است در لپتاپ یا کامپیوتر یا تلفن، آنها از حدود الله متعال تجاوز می کنند. شاعر چیزی با می فرماید: اما استحییت تعصینی اذا ما قال لی ربی، اما استحییت تعصینی و تخفی الذنب عن خلقی و بالعصیان تأتینی، اگر پروردگارم از من بپرسد که آیا از من شرم نکردی؟ آیا در نافرمانی از من حیا نکردی؟ گناهت را از مخلوقات من پنهان کردی، ولی به سوی من با گناه آمدی. تو از یک پشک، از یک گربه که داخل دروازه می شود ترسیدی، اما از من که تو را در آن حالت می دیدم نترسیدی. بشنوید ای مسلمانان که باید این موضوع را درست بیان کنیم. اگر در خلوت و تنهایی مرتکب گناه می شوی به خاطر ضعف و خطا، نه به خاطر دلیری و جرأتت در برابر الله متعال، پس این گناه نسبتاً کوچک است. اما اگر تو گناه می کنی در حالی که می دانی پروردگارت تو را می بیند، اما با آن هم تو پروایش را نداری و به گناه پافشاری می کنی، پس تو واقعاً در مقابل پروردگارت جرأت و دلیری کرده ای. والله متعال تمام اعمال نیکت را نابود خواهد کرد. پس برادر عزیز، تعمق کن. قسمی که حالت گذشتگان من بود، الله متعال برای همه من توفیق نصیب بگرداند، نه تنها برای انجام این اعمال، بلکه توفیق عنایت فرماید که خیر زیاد را انجام دهیم و تفکر کنیم در انجام اعمالی که به درگاه او قبول می شود. الله متعال اعمال من و شما را به درگاهش قبول کند.